بینندگان عزیز سلام من سلطان محمد سرور هستم توجه کنید به این مجموعه خبری از رادیو آزادی اردوی اسرائیل گفت با آغاز آتش بس ساعت 8 صبح به وقت محلی همه قوای زمینی خود را از نوار غزه خارج می سازد. دگرمن پیتر لرنر گفت این عساکر غزه را ترک می گویند چون 32 تونل را که جنگجویان فلسطینی جهت حمله بر اسرائیل برای عبور از مرزها زیر زمین ساخته بودند از بین برده شد. آتش بس سه روزه که اواخر دیروز بنا بر پیشنهاد مصر مورد توافق قرار گرفت امید است که منجر به یک آتش بس دائمی میان اسرائیل و جنگجویان فلسطینی شود اسرائیل گفت یک هیئت خود را برای بحث درباره آتش بس دائمی به قاهره میفرستد در جنگ سه هفته اخیر میان اسرائیل و حزب فلسطینی حماس 1850 فلسطینی که اکثریت آنها غیر نظامیانند کشته شدند 64 عسکری اسرائیلی و 4 غیر نظامی نیز در این جنگ کشته شدند صدرعظم عراق به قوای هوایی این کشور دستور داد تا به نیروهای پیشمرگه کردی که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال عراق می جنگند حمایت هوایی فراهم کنند این تصمیم در حال اتخاذ می شود که روابط میان منطقه خودمختار کردستان و حکومت مرکزی بغداد در این اواخر متشنج بود مقامات کردستان هنوز در برابر این پیشنهاد کدام واکنش از خود نشان ندادند. آنها گفتند که نیروهای پیشمرگه در برابر پیشرفتهای اخیر جنگجویان گروه دولت اسلامی پلان یک حمله متقابل تحروزی روی دست دارند. جنگجویان گروه دولت اسلامی که دو ماه قبل مناطق وسیع را در غرب و شمال عراق تصرف نمودند در یک پیشرفت مهم روز یک شنبه گذشته شهر سنجار و دو شهرک کوچک دیگر را در شمال تسخیر کردند رسانه های کردی گفتند نیروهای پیشمرگه دیروز شهرک زومر را دوباره تصرف نمودند رسانه های روسی دیروز گزارش دادند که بیش از 400 اسکری اوکراینی هنگام شب داخل خاک روسیه شدند. ادعا می شود که این عساکر برای اجتناب از جنگ با شورشان طرفدار مسکو در شرق اوکراین داخل خاک روسیه شدند. اردوی اوکراین تایید کرد که شمار عساکر داخل روسیه شدند ولی این گزارش رسانه های روسی را رد کرد که گویا این عساکر سعی دارند در روسیه پناه اختیار کنند. واسیلی مالایف یک مقام ارشد اداره فدرالی خدمات امنیتی به رسانه های روسی گفت برای 438 اسکر اوکراینی که خواستار داخل شدن به روسیه شدند یک عبورگاه کمک بشری گشوده شد. مالایف سپس گفت 180 نفر از این اساکر خواستار برگشت به اوکراین شدند. در این حال مقامات کیف دیروز گفتند قوای اوکراین شهرک یاسی در شرق این کشور را تصرف کردند. این شهرک در شمال منطقه دونیتس یک مرکز مهم خطوط آهن دارد مقامات کیف میگویند که در برخوردهای 24 ساعت گذشته 5 اسکر کشته و 15 تن دیگر زخمی شده اند و مقامات نایجریا دومین حالت بیماری ایبولا را در لاگوس تایید کردند مقامات خدمات سی گفتند شخص بیمار که تبع نایجریا و یک طبیب است یک مریض ایبولا را که از لایبریا آمده بود و یک هفته قبل درگذشت معالجه می کرد. نایجریا چهارمین کشور است که از حالات بیماری ایبولا در آن گزارش می شود. این بیماری در ماه فوریه گذشته در غرب افریقا ظهور کرد و در کشورهای گوینیا، سیرالیون و لایبریا منتشر شد. سازمان صحی جان دیروز گفت شمار تلفات این بیماری به 887 نفر رسیده است. یک طبیب امریکایی که به این مرض مبتلا شده بود پس از اینکه روز شنبه گذشته از لایبریا به امریکا انتقال داده شد در یک شفاخانه اتلانتا زیر تداوی قرار دارد ایبولا یکی از کشنده ترین بیماری های جهان محسوب می شود 90 فیصد بیماران این مرض می میرند این بیماری هنوز کدام علاج مؤثر و واکسین ندارد دوستان عزیز برای دنبال کردن خبرها گزارشها و مصاحبه های مهم آدرس ما را فراموش نکنید آزادی رادیو دات خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و 5 صد اشاری پنج.